امید به زندگی دوباره با پیوند ریه اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب های برگشت ناپذیری وارد کرده بود بیمار زنی است 20 چند ساله که ششهایش بعد از دوره طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیبهای جبران ناپذیری دیده است. و خیم شدن وضعیت هر دوریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت شش هفته در بخش مراقبت های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست میدهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است. خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عمل کردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژندار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده. پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند. این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم. این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می کند. گرچه تا کنون آمارها نشان می دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می آبند، اما واکنش بدن انسانها به این ویروس متفاوت است.